رودکی پدر بزرگ لسان ما است. در مزار رودکی زیارت میکنیم که پدر بزرگ لسان ما است و خیلی خوشحال هستیم که ما در تاجیکستان هستیم. مهرنازه، نام شما؟ خرامان. از شما؟ شاسنم. چی؟ شاسنم. مهپاره. میگونه. نام خدا چه خوب، نامای مقبوله. خیلی لغتای فارسی تاجیکی زیبا. خیلی. اسم شما؟ محرمه. اسم شما؟ غزاله. چی؟ زلاله. نام خدا. از شما؟ زهرا. نام خدا. از شما؟ رخشیده. ای را سرود میخونه شما، یک شعر میخونه. بسیار خوب. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. خوش آمدید مهمانان عزیز بر دیار زیبا منظر استاد رودکی. نوروزتان مبارک. تشکر. با وصل تو کس چون من بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. نوروزتان مبارک. من بسیار خوشحال هستم. ما باید بگویم که نیم جانم کابل است و نیم جان من بدخشان شما. نیم جانم بلخ بامی، نیم جانم قندهار و پکتیا، نیم جانم شعرها، نیم جانم رودکی و شعر و دیوان شما. ما مربوط یک سفره فرهنگی هستیم. ای یک سفره است، ای یک فرهنگ مشترک. ما دور یک سفره فرهنگی هستیم. ما از افغانستان هستیم، شما از تاجیکستان، دو سرحد مختلف. اما اگر سرحد پس کنیم، ما یک مردم هستیم، یک لسان، یک طرز فکر، یک فرهنگ، یک کلچر. از همین خاطر است که ما و شما امتر که عزیز یک لقمه میورداریم، از یک فرهنگ مشترک کلمه میورداریم، از یک فرهنگ مشترک شعر میورداریم. اشعار را که شما خواندین در قلب ما یک موسیقی آفرید و گپ را که ما زدم شما هم فهمیدین. دیگه من خیلی خوشحال هستم، شما به ما بسیار افتخار بخشیدین. ما حج نرفتیم، کعبه نرفتیم، اما برای ما به اندازه زیارت کعبه به خاطر است که رودکی قلبش خانه خدا بود و طواف قبر رودکی در واقع طواف خانه خداوند است. امیدوار هستم کسی مرا به کفر نگیرد، اما همونطور که صوفی های ما میگه که قلب انسان خانه خداوند، قلب مؤمن خانه خداوند است. رودکی قلبش خانه خداوند بود و در این مزار که ما آمدیم و طواف کردیم، امو
قلب را که همیشه خانه خداوند بود زیارت کردیم. زیاد تشکر میکنم از شما دوستای عزیز و ما افتخار بخشید. در حقیقت مقبره رودکی جای دیدنی است، جای زیارت است، جای مبارک است. امروز ما زبان ناب فارسی، تاجیکی، زبان دری در تمام گوشه کنارهای آسیا و میانه، در بخارا و سمرقند، ترمیز، قرشی، در تمام شهر و دهات تاجیکستان ما میشنویم. با این زبان در دوام هزار سال زیاد آثار علمی، ادبی ایجاد شد. آثار مورخان تا دوره اولی عصر 20 به زبان فارسی تاجیکی ایجاد می شد. یعنی مردم می تاجیک زبان، مردم فارسی زبان آسیا میانه سیاست را، دولت را از دست دادند، ولی در زبان، با زبان تمام دولت داری، تمام زینه‌های ساختار دولتی، اداری و ادبی در دست ایشان بود. بله. خوشبختانه از سال 1991 که دولت تاجیکستان صاحب استقلال تشکیل شد تا به امروز در دوام 30 سال تمام خدمت زیاییان، عالمان، ادیبان و خاصتا سعی و کوشش، حرکات سردار دولت ما، پیشوای ملت، این برای احیا نمودن مدنیت و فرهنگی مردمی تاجیک زبان است. لسان فارسی یک معجزه است، یک لسان ملکوتی است. شما اگر فکر کنین مثلا چنگیز می آید، تمام مناطق بخارا و سمرقند و ایران می کنه، تا هر جایی که میره مردم فارسی زبان کشته میشه، مگر تمام اولادایش و نوادهایش فارسی زبان میشن. کسایی که هیچ فارسی گپ نمیزدن تمامش فارسی زبان میشه. نه تنها که فارسی زبان میشن، بلکه لسان با خود تا هر جایی که میرن میبرن. تیمور میآیه، بخارا را یک سره و ایران میکنه، سمرقند باز میبینین که خودش فارسی زبان میشه، اولادش فارسی زبان میشه، و گرگانی ها و مغولی هایی که اولاده از اوستا تا اند میبرن این لسان، در اند آنقدر انکشاف میتن که در هیچ جای دنیا و شمول افغانستان و تاجکستان و ایران قدر انکشاف نکرده بود. البتگین و سبکتگین میان، سلطان محمود غزنوی میشن، جهانگشا میشن، لسانشان لسان فارسی میشه و در دربارشان ده ها و صد ها شاعر زندگی میکنه که اینا عطا دیگدانش از نقره میسازن. یعنی یکان دفعه باید آدم باور کنه که این لسان یک جادو داشته، یک سحر داشته. هیچ لسان با اینقدر بارهایی که ویران شده، با اینقدر ظلمی که بر مردم شده، نمیتونست که هنوز زنده بمانه. اما لسان فارسی یکی از مهمترین لسانها در خط ابریشم است. ما از آذربایجان تا هند، شما که برین با همی لسان مردم همیال گپ میزنه. سرود ملی پاکستان با همی لسان است. یعنی ما با هم توسط همی زبان و همی فرهنگ با صدها میلیون انسان در روی زمین گره میخوریم، با صنعت سخن گره میخوریم، با مهربانی گره میخوریم، با عشق گره میخوریم، با دوستی گره میخوریم، با مولانا و با بیدل گره میخوریم. و این یک زیبایی داره. این زیبایی از این آن قدر بزرگ است که اتا آدم تصور نمیتانه که لسان چقدر زیباست. واقعا ما خداوند باید کلگی ما سپاس کنیم که لسان زیبا را داریم. بدون از این ما نمی بودیم. و این لسان در واقع یک آفتاب پردرخشش در زندگی ما بوده. و رودکی یکی از ستاره های بزرگ آسمان فرهنگ ما و زبان ما است. مهمانان ارجمند، خوش آمدتون به دیار رودکی، به مزار رودکی. تا
خیلی که اینجا شخصا شما قید کردید، گذاشتید در حقا در بنیادی از نو بنیاد کردنی زبانی ما، زبانی ملت ما، خدمتی به اندازه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان خیلی بزرگ است. و اولین کاری که آن کس کردن آغاز کردن از بنیادی مقبره نوی استاد رودکی بنیاد که ما هم سپاس میکنم. بعد از آن در بچاب رسیدن اشعار آثار رودکی در ترجمه آن به زبانهای جهان خدمتی به همتای پیشوای ملت ما خیلی بزرگ است و کار را از همین چیز آغاز کردند. سالان زیاد هر زمانی که و شهر پنجکین سفری کاری کنند حتما اول از مزار استاد رودکی دیدن میکنند، غمخواری میکنند و بعدا در چاپ آثار خدمتی آثاری رودکی خدمتی به باور کردند. و طبق همین دستور هر سال 21 ماه سپتامبر در تمام جمهوری رودکی خانی براه مانده شده و از جمله ما هم کنفرانس ها در آزمون های اشعار رودکی عموماً شعریت در سری منزل رودکی همه ساله 21 سپتامبر می گذرد و به همین خاطر این باعث به آن می گردد که برای نسل نورس یعنی که دسترس نمودن، تعلیم دادن و تحصیل فراگیری و درک فرهنگ رودکی، فرهنگ اشعار رودکی، این هم دستور پیشوای ملت بود که امروز اهل علمی ادبیات‌شناسی تاجیکستان عموماً فارس نژاد چکار که شما گفتید از دانشگاه های سمرقند و بخارا، از وادی فرغانه، از شهر تاشکند حضور داشتن در این محفل روز رودکی و ما در آینده سلسله اثرها، سلسله مقاله های به تب میرسونیم تا اینکه به اون که ایجادیات فلسفه ایجادیات استاد رودکی برسیم. از آلوچه خیلی درخت چطور آلوچه کنه که شاخهایش میگیری؟ باریکش میگیره. آها تا میاد داری کی را بسازی؟ استاد من یاد میدهن ما چیزهای خودگیه که استفاده میبرین در درین اون گفته بخون در خونه ما استفاده میبرین. نام خدا، نام خدا، چه قولادک های نام خدا، کلتان با جرات با جرات، خوشگب خوشگب، بسیار خوش شدم. اینا هم شعر خواندن پیشتر عرصهشان. صنف چند مکتب است؟ چی است نامت؟ لاله. چقدر نام مقبول. این همی وقت خودت هست دیگه، هر طرف که میریم لاله میبینیم. مرا خوش میسازی، چرا نه؟ شاداب زیرودکیست رودی سخنم، شاهنامه بود کتاب مهری وطنم، از مثنوی هم معنوی است انجمنم، سبز است چشید سبزی حافظ چمنم، برزارگاهی رودکی همچون سپاهی رودکی، گویا برای رودکی خوش آمدید خوش آمدید، مایم با ننگ و با آب گیریم یاران را کنار، از دوستی داریم شیار، خوش آمدید خوش آمدید. بسیار تشکر، بسیار تشکر. اق مقبول خواندی که ایچ اندازه نداره. یه امروز یکی از روزای خوبترین زندگی ما فکر کردیم که در یک جای دیگه تولد شدیم، البته کدام کار خوب کردیم، در بهشت تولد شدیم، یک چیز خیلی زیبا. با شما بسیار خوش گذشت. ما تنها برای زیارت آمده بودم اما در اینجا به مراتب زیادتر از اوی در واقع تحفه رودکی هستم اما. و خوبه که شما در اینجا اینقدر زیبا شعر میخوانین، اینقدر خوشگپ هستین و نام خدا اینقدر با جرأت هستین، یعنی بسیار نام خدا. ما که سنم هم زیاده، من نمیتونم اینقدر مقبول بخوانم، اینقدر با جرأت گپ بزنم. خودت برای ما گفتی که میتونم یک شعر بخوانم،
تشکر که توی کار کردی. بیره های رودکی همیشه مهمان هایی که بر رودکی زادگاه رودکی را زیارت میکنن همیشه مهمان دوست میباشه. بر زادگاه رودکی همچون سپاه رودکی گویا برای رودکی خوش آمده خوش آمده مایم با ننگ و با او گیریم یاران را کنا از دوستی داریم شیا خوش آمده خوش آمده ما نبیره های استاد رودکی همیشه مهمان هایی که بر زادگاه رودکی را زیارت میکنند همیشه آنها را مثل یک دوست مثل یک باباهای مهربان دوستی و سر دسترخوان پر از مهنت آنها را شنانده چای میدهیم و آنها را با خوشی خورسندی از پنج رودی با استانی قدیم خیر مقدم میگوییم. من یقین دارم که استاد رودکی در اوجه ایگا پایتا میشنوه ای چهره زیبایتا میبینه با برات میگه که رحمت به تو. این جهان را نگر با چشم خیره نیبدان چشم کن در او نگری همچو در یاست وزن کوکاری کشتی احساس تا بدان گذری. چو شعری رودکی زیباست چو موسیقی فرح سبزاست در عالم از همه شعری زبانی مادری ماست. خوش آمدید. اما تر از راستی زبان مادری شما را مادر ما هم یاد داره بر ما هم یاد داده سو زبان مادری ما و خودت یکیست و زیباست راستی زیاد خوشحال هستم. خب این چی هست؟ این یوغ آماج. آها بسیار خوب. برای ایناش آماج مالی. آه بسیار خوب. ویش یوغ. بسیار خوب. ویش آهندی اولاتی جفتیش. ایناش خوکش. خیوکت بابای. یعنی شما امیال قلبه، ما قلبه میگیم. شما قلبه میگین که تزی قلبه میکنیم. آماچ هستی. خب ما مگر این میره قلبه میگیم که قلبه میکنه. یوغ آماچ. خب بسیار خوب. این یوغ آماچ. اما شما این را استفاده میکنه نمیاله؟ کت کدام های؟ بلندی ها تنها با همین برزگاو. آها با برزگاو. همین آف مالی شیار میسه. آنها یوغ این به نمونه. آها. این طرف یک تحیمون اون طرف یک تحیمون. ما مرد دیکن اونجا نیستیم. ایره خودت ساختی؟ با همدای استادم عددم ساختم. نام خدا ما با مذاق گفتم مگر خودت ساختی؟ در اینجا کارگاه دارین برش؟ کارگاه خصوصی خانه دستی هست. آها باز چی رقم ایره داغ میکنین؟ با چی؟ آتش. آتش اما ما دم آهنگر میگفتیم یک چیز بود که تو پرست میکنی دم آهنگر هست که داغ شد باز میزنی شد که چی شد دم آهنگر است. خیلی خوب ماشین هم استفاده میکنین یا همهش کاری دست همهش با کاری دست بسیار خوبش. خب یا برای چی هست این اینا؟ کلنگ برای ملایم کردن خب کار کردی زمین خب دیگرهایش که هست کلان کلانه کلنگ مثل ازی اما این خردش هست آسانتر اکا برای مردم کویستان این خوبتر است استاد برای اینکه باید زمین اینجا کمتر سنگش زیادتر کو اینم قاطر اینم دردگ میتونم دردگ علاوی پس قطعی دارون از شروع روان و غرد گندمی قطعی میپزن الو بی پاس قطعی که به حضور دارنش بایش بردن حضر این دو دانه هسته؟ این قطر بار بار روغن تو بیا رس میکنی روغن میکنی بش با میپیچونیم بار رس میکنی از دیگ میپزیم روغن بار مزدار حاضر میپرم خواهی نام تو چیست؟ آه شما رو مدیدم پیشتر دو دفعه نمیکنم پرسان زیاد تشکر از کل شما فکر اینا رو نام خدا همین دستکایشانه که میبینم این برای من نشان میده پدرها و مادرهای خوبه در یک جایی که اطفال جرات نداره گپ نمیزنن اوجا نشان میده پدرها و مادرهای بدکاره که نمیفهمن با اولاد خود چطور رفتار کنن
کلتان بسیار نام خدا خوب بودین. کلشون رسیده فصل نوروز است. مبارک تاجیکستانم. بهار عالم افروز است. مبارک تاجیکستانم. گل و سیبرگه پایانداز خلق نامدار تو برابر شد. شب و روزت مبارک تاجیکستان و افغانستان. سلامت باشین، سلامت باشین. اولادای ما نه قدر جرأت دارن، نه شعر میخوانن، نه خنده میکنن، به خاطر که چون در عرفه جشن اجدادی و سنتی نوروز حضور داریم، شما را با چهار مصرع شعر نوروزی خیر مقدم میگم. ای سبزه پاینداز شو نوروز میماند قدم، ای غنچه گل وا شو نوروز میماند قدم، ای پنج رود باستان ای بوی جوی مولیان، از نه تنی انداز شو نوروز میماند قدم. نوروز میماند قدم خیلی زیبا. هر بار که از توی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیمی تو من آید. بر هر زن و هر مرد خوابر و زدان باد، گوی مگر آن باد همی از خوتن آید. نیزی خوتن باد چون این خوش نوزد هید، کان باد همی از بری معشوق من آید. نام خدا، یعنی بوی معشوق تو از ختنم کرده بوی مقبولتر است. خیلی خوبش. هیچ شادی نیست ان در این جهان، برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دیر ترفتر، از فراق دوستانی پرهنر. لطفه خودت هم شعر داری؟ بخوان. مولیان آیا خدمه یا دیاری مهربان آید همه، ریگ آمو و درشتی آید زیر پایم پریان آید همه، آبی جیخون از نشاطی ریدست خینگ ما را تامیان آید همه، ای بخارا شاد باش و دیر زی میر نزدد شادمان آید همه، میر مه است و بخارا بوستان سرسای بهستان آید همین. امی سه سال پیش تو بوده؟ ها. خیلی خوب، ایره باید خوب نگاه کنی. یا مثل ما تو خوش داره که خوش باشه. سو ایره اگر رفیقه که تواره نگاه کن. آفرین بچه خوب.
سیده پنچن برآمد 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 نوروز شد و ناله خوشنن برآمد 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 گلگون و تماشایی ده پنچن مجموعه مقاله های علمی اوید به اشعار رودکی است و رودکی رفت و ماند حکمت اوی یعنی که حاضر این کار نو آغاز شد این خیلی ده ها جلد اوید رودکی مقاله ها به انتشار می رسند در اینجا مردمی اصلا مقاله های علمی عالمان یک دوره های گوناگون ما سفر بر کردیم که بیشتر نگاه به اون قی معنی فرهنگی حکمت رودکی رفتن است که این به نهایت دشوار است یعنی که منبع های اساسی که استاد رودکی از اونجا یعنی که بهره گرفتن و به این مرتبه رسیدن البته حکمت هست که استاد رودکی در سن 7 سالگیشون علاقه قاری قرآن بودن وقت از اونه که اگر خود در 7 سالگی و 9 سالگی بودن یعنی که این مضمون از اون دارد که در حقیقت در دیار رودکی یک مرکزهای علمی و فرهنگی تعلیمی خیلی بزرگ بود است که مردم سطح سوادمندیشون به حد بلند بود و فقط محیط محیط علمی محیط ادبی محیط تعلیمی می توانست که رودکی را هدایت کند که در خوردی به این مرتبه رسد و از اینجا به شهر سمرقند تحصیل کند در بخارا تحصیل کند و در تمام جهان امروز شهرت یار باشد و امروز مهمانان عالی قدری که از تمام جهان می بیان از جمله مردمان فارسی زبانی که مهمانان دور می بیان و سفربری میکنیم اون وقتی که میگن که رودکی این مال جهان است اما ترسته جهان فارسی است من مال جهان است رودکی را امروز در امریکا در افریقا در تمام جهان میخونند هم به زبان فارسی میخونند هم به زبان انگلیسی و ده ها زبان ها زیاده اگر خفا نکنند زیاده از 60 زبان جهان با علاقه اشعار رودکی ترجمه شده بتر دسته و به همین خاطر ما از نام مردم دیار رودکی از نام این کتاب خانه و از نام مقامات اجرای حکم دولتی شهری پنجکن و اهل علم و دانش نه تنها وادی زرفشان بلکه سمرقند و بخارا و دوشنبه و خوجند از نام همه علم هایی که در این کتاب هستند برای شما این هدیه میکنم خاطراتتون امضاهاتون رو میمانتون از نام شما ها همین تحفه در همین کتاب خانه میمانند بسیار خوبه برم در چرخی کوهن بختی نوی جود کنید این خاکی کوهن را به نوی جود کنید نامی به خلیطه نیست از دیهه من یا روزی سرود من ورایات کنید توی بود و نبودم ملتی من توی سمت سجودم ملتی من سرود عمری من پایان پذیرد تو می خوانی سرودم ملتی من بسیار یک رسم زیباست که یه اولادا در اینجا اشعار از این شعرها را می خوانند
سلام علیکم. مرحمت. مرحمت. نوروز شما مبارک. نوروز شما مبارک قدمت. نوروز شما مبارک. نوروز شما مبارک. دوام در حسش نگه داره. مقبره ما مقبره خواجه محمد بشورا یک شخصی بودم که راوی حدیث محدث حدیث بودم عصر 8 دکتری عصر 9 زندگی کرده هستم چون که راویان حدیث بسیارشون از اهل فارس و تاجیکن بله از اون جمله محمد بشورا بعد یک حساب استاد همین ها گذشته هستند بسیار خوب در بسیار کتاب محمد ابن بشور گفتن نام میگیرن برای همین این محله ما مزار شریف نام دارد که مزار قبر است شریف عزیز بله. قبر عزیز شیخ هر که از ما بنیکی کند یاد نامش در جهان بنیکی باد در جهان بنیکی باد بنیکی باد بسیار مقبول شیخ فریدون عطار سخنش آها بسیار اینجا گفته شده که هست این مزار خواجه محمد بشورا است. بسیار خوب. باز اینجا خودمو یک بار مهربانی میکنیم. یک جورت میکنیم بعد میریم به پنجکین. سلام علیکم. بله. استاد دادن که شربو دست های او شبها بسرم نرم نرم می لغجید بی سخن پلک های چشم مرا بسری پنجه هاش می مولید این اثر همه ما گذشته گی وقتی که مادرم و ما مایده در بغلشان بودن سرم های می مولیدن انا پلک های چشم های می مولیدن خیلی انا یک جدیش سال از خاطرم فرامون شد ها. چقدر در دلم تمنا بود لیک از سادگی نمی گفتم دستی او برای شکمم وسته ها را شمرده می خفتم نو کنید چقیل همین حیاتی بچگی همین شعر به کوچاندگی بسیار من برد اجازه بدین برای شما یک چند مصره از غزل مولانا را بخونم من مست و تو دیوانه در بعض از
نسخه هایی که چاپ ایران است این غزل مولانا را نشته میکنند که من مست تو مستر، اما ما در مکتب که میخواندیم من مست تو دیوانه، به خاطر از اینکه مولانا ای را بر شمس میگه و مولانا شمس هم مولای خود میدانست. در قاموس از او شمس باید در یک مرحله بالاتر از مولانا می بود، شمس هم مولانا همیشه بلندتر از خود میدانست. بنابراین من مست تو مستر کمتر میشد که شمس بلند باشه. از این خاطر باید اصل از این باشه که من مست تو دیوانه، چون دیوانگی آلت بلندتر مستی است. من مست تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه. احتمال داره که ای اولین غزل مولانا باشه در مورد شمس که چطور با هم سر میخورن. من مست تو مستانه، من مست تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه. از خانه به در رفتم مستم به پیش آمد، در دیده او مزمر صد گلشن و کاشانه. گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفتا من نیمه ایم ز ترکستان، نیمه ایم ز فرغانه، نیمه ایم ز آب و گل، نیمه ایم ز جان و دل، نیمه ایم لب دریا، نیمه همه دردانه. یعنی به این معنا که در مکتب مولانا جای نبود که انسان‌ها را به هم، یا محل نبود که انسان‌ها را به هم می‌دوخت، به هم بخیه می‌کرد، بلکه در و دردانه بودنشان بود. گفتم ز کجایی تو؟ باز مولانا میگه من بر شمس گفتم که تو از کجا هستی؟ میگه او تمسخر کرد و گفت که من؟ یعنی ما که از یک جای نیستم، ما مثل تو نیستم که به یک جای تعلق داشته باشم. نیمیم لب دریا، نیمه همه دردانه، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمه همه دردانه. یعنی که ما به هر جای تعلق دارم، جایی که ما به او تنها پیوند بخورم وجود نداره. یعنی که ما را روان ما، روح ما، قلب ما، عشق ما، احساس ما، لسان ما، طرز فکر ما به هم پیوند میزنه. در واقع امیل لسان زیبایی که ما داریم که تمام احساسات ما را ما میتونیم توسط از او ابراز بکنیم، ای است که ما را به یک مملکت پیوند میزنه. و او مملکت با سرحد تاجکستان و ازبکستان و ایران و افغانستان و پاکستان نمیتونی که بسته بکنی. او سرحد فراتر از او است. ما با یک دنیای بلندتر از او تعلق داریم، اونمو دنیای عشق و احساس و محبت ما، انسانیت ما، شفقت و دوستی و محبت ماست. امو است که مرد ایجا آورده که نیم آب و گل شما باشم، نیم جان و دل شما باشم، نیم لب دریای شما باشم، نیم همه دردانه شما باشم، چیزی که شما بر ما هستین. از این خاطر ما تاجکستان آمدیم که لب دریای شما باشیم، نیم آب و گل شما باشیم و نیم جان دل شما باشیم. نوروز شما مبارک و خوشحال هستم که در حضور شما هستم. تشکر. تشکر. تشکر.
چنگ و